تو چقدر پر روی عدنان بک، من واقعا گیج شدم. میخوای به این خواستگاری مسخره ادامه بدی؟ مگه میشه اختلاف سنیتو رو در نظر نگیری؟ نمیفهمم. یادت رفته دوتا بچه داری؟ دخترت هم سن سمره. امکان نداره، من این حرفا رو نشنیده میگیرم. خدا حق با مردمه. فکر میکنی مردم چی میگن؟ میگن حالا که دیده به خودش اهمیت نمیده دخترش جلو انداخت. ولی دخترش خیلی قشنگه، به عدنان بگم میاد. حتی اگه قشنگترین دختر دنیا هم باشه واسه عدنان بک مناسب نیست. خب هرچی باشه دختر همون فیروزه خانومه. مگه چی راجبش شنیدی مامان؟ درست نیست راجبش اینجوری حرف میزنی. این دختره هم اینه باباشه، منتظره ببینه من چی میگم قرقر کنه. آخه این دختره از کسی که همسن پدرشه چه انتظاری داره؟ من میدونم این فیروزه و دخترش هر دو دنبال ثروت عدنانن. واضحه دیگه. دستتون درد نکنه. سلام خانم. سلام. از من حرفامونه شنید؟ خب شنیده باشه. لمیز خانم موافق نیست. اصلا هر کس عقل داشته باشه میدونه که این ازدواج اشتباهه. ایشالله که سر نمیگیره. لمیز خانم. علی. درسته؟ منظور چیه؟ واقعا عدنان بک با اون دختره ازدواج میکنه؟ آره، تا اونجایی که من میدونم همچین فکری تو سرشه. فقط یه فکر یا تصمیم ازدواجه؟ حتما. دیگه؟ دیگه انشالله خیر باشه. انشالله عدنان بک حق داره تو زندگیش خوش باشه. حق با تو؟ Thank you.
عرض ادب خانم. داری کجا میری؟ دوستم امروز از سفر میاد، میرم استقبالش. باش داره میگی؟ هیچی ازت فنهو نیست فوزول. بونجور مادمازه. گفتیم صبح بخیر، حالت چطوره؟ ببین هیلمرم با خودت بپر، با دوست تشنکن باشه. بسه دیگه مراد، یه دفعه دیگه میبرم. همیشه همینو میگی، بعدش هم خودت تنها میری؟ نظر لمیز خانم بشنفه. تازه اتسم خیلی بد بود. بشیر، ماشین که بنزین داره نگی نداره ها؟ بله داره. آفرین. سمر خانم تو ماشین منتظرتونه. بریم. مامان دارید میرید؟ دیرمون شده، باید زود را بیافتیم. خدا به همراه دخترم، فقط خوش بگذرون. باشه. تو خوبی؟ معلومه که خوبم. چیزی نیست عزیزم، هیچ مشکلی تو دنیا نمیتونه رو من اثر بذاره. ذهنتو مشغول نکن. عزیزم بیا اینجا. خدا نگهدار. سفر خوبی داشته باشی. تا برسم زنگ میزنم. پول آماده است، میتونی چک و نقد کنی. همین الان با بانک حرف زدم. خوب از اون بابای خسیسه تونستی این همه مبلغ رو بگیری. آفرین. ولی چطوری تونستی؟ با روش خودم حلش کردم. بهتره تو هم بری و فقط به پولات فکر کنی. اون چطوره؟ خیلی تو همه. چرا به من نگفته بودی؟ دوست نداشتم قبل از مطمئن شدن بگم. کی وقت کردید اینقدر با هم آشنا بشیم؟ طولانیه. مطمئنی دوستش داری؟ Thank you.
تولانو خیلی دوست دارم. صدا و نگاهاش یه حسی به هم میدن که تا حالا تجربه نکردم. یه غمی تو چشاش میبینم که فکر میکنم منم توشم. خیلی مهربونه. کنارش احساس امنیت و عشق میکنم. اون پول داره. مطمئنم باهاش خوشبخت میشم. حتی با مخالفت مامان؟ حتی با مخالفت اون. فیروزه خانم، وکیل زنگ زد گفت تا یه روب دیگه اینجاست. میرم خودم آماده کنم. برات خوشحالم سمر. عدنان بک مرد خیلی خوبیه، همه از اخلاق خوبش میگن. جرأتی گفتن این حرفو جلوی ماما نداشتی. ترسیدم یه حرفی هم نصیب من بشه. باورم نمیشه با جناق عدنان بک شدم. من از این اتفاقا خیلی میترسم. همونطور که گفتم چیزی نمیشه، اون قبول میکنه، راه دیگه ای نداره. اگه تصمیمتونو گرفتین و همدیگر رو دوست دارید دیگه مشکلی نداره. تو خیلی راحت حرف میزنی، مگه مامانو نمیشناسی؟ تو ذهنتو خراب نکن. هیچ نیرویی تو دنیا نیست که ازدواج ما با عدنان بک خراب کنه. خوبه خوبه. چشم. بشین بریم که وقتمون هدر نره. مبلغ چک به حسابتون واریز شد. میدونم. ببینم رفتن؟ رفتن. میگه با مدیر بانک قرار داره. خیلی خوشحال نباش. اینجا یه قرض، اونجا یه قرض. پولاش به زور کفاف زندگیمونه میده دیگه. اگه این ما هم بهمون پول نده من یه لحظه هم نمیمونم. اون انقدر قرض قله داره که به ما پول نمیرسه. وضع مادیش خیلی بده. داره خواستگار پول داره دخترشو جواب میکنه. و عدنان بک با اون دبدبه و کبکبش قرار سرشکسته از اینجا بیرون بره. جدی میگی؟ میخوام برم با سهیلا حرف بزنم. حتما عروسی رو خیلی زود میگیرن. هر کاری میخوام بکنن بکنن. بهتره به جای حرف زدن برید اون سبزی ها رو پاک کنید. من که پاک گیت شدم، نمیدونم چی کار باید بکنم. آدم نمیدونه به اینا چی بگه. چرا اخمات تو همه؟ چرا نمیری نهاله ببینی؟ هزار دفعه اینو ازم پرسیدی. اگه دلت شورشو میزنه برو خودت ببینش. جمیله، همه تو این خونه حواسشون به نهال خانومه. من دارم با کی حرف میزنم؟ تلفنو جواب بده. الو، سلام کاتیا، من جمیلم. مامان، آره مامان شهیره اینجا. کاتیا بدش به من. یه لحظه گوشی. بدش به من دیگه. یه تلفن زنده از ویلای مالک بک. حرف و غر زدن شروع شد. وای به حال کسی که قصهش دست اینا بیفته. وای به حال. الو کاتیا، چی شده؟ خبر تازه چی داری؟ بگو دیگه چی شده؟ چی شده آخه؟ بگو دیگه. باشه، پس امروز میبینم تمه. از اینجا چیزی میخوای؟ باشه چشم، حتما باهاش حرف میزنم، خبرشو بهت میدم. خوش اومدی. ممنون. وا چه بی ادب. آخه اون فکر کرده کیه؟ دارم میترکم. بگو دیگه چی شده؟ آخ جون بابا اومد. خدایا شکرت که اومد. بابا اومد، بابا اومد. سنم بابا، ای کجا بودی؟ کار داشتم. آه خدای من، معلوم هست چه خبره؟ تلفنو قطع کن زن، الان دستمونو رو میکنی. استغفرالله. خیلی خوب باشه، عدنان بهتره میاد اینجا. حالا قطع میکنم، بعدا زنگ میزنم اخبارو مفصل ازت میگیرم. باشه؟
خب چی شد؟ فیروز خانم با ازدواج موافقت نکرد. با عدنان بک دعوا شده، بعدش هم برگشته به عدنان بک بعد و بیرا گفته چون سنه زیاده و بچه داره مخالفت کرده. چه حرکت زشتی کرده. ببینم خب بعدش چی شد. بعد از اینکه عدنان بک رفته، فیروز با دخترش دعوا شده. اوه حقشه. والا این حق عدنان بک نیستش. بابایی یه بادبدک کوچیک برام درست میکنی تا با هم دیگه بریم بازی کنی؟ الان نه مراد، بعدم برات درست میکنم. وای خدا من از این کلمه خسته شدم. تو رو خدا بابا برام درستش کن. خب یه خورده استراحت کن بعد درستش کن. امروز نمیتونم عزیزم، من خیلی خستم. ولی بابا مراد قر نزن. بابا خسته است، میخواد استراحت کنه. اصلا به تو چه؟ دارم بهت میگم بس مراد، برو تو باغچه بازی کن. بابا بهش یه چیزی بگو. حرف خواهراتو گوش کن. میشه یه دقیقه از وقت تو بگیرم؟ منم میخوام بشنوم. این اواخر خیلی سرتون شلوغ شده و برامون وقت نمیذاری. میگم بهتره بریم مزرعه. اونجا چه خوب شه. همین حالا. وای چه فکر خوبی. اینطوری راحت کارتو انجام میدی و ما هم تو رو معطل چیزی نمی کنیم. میخواییم امروز بریم. قراره کیا برن؟ من و مراد. آخ جون. به لمیز خانم هم میگیم شاید با ما بیاد. بشیرم با خودمون میبریم. باشه. من میرم به بشیر بگم. یه لحظه صبر کن، چرا عجله میکنی؟ بذار اول با عمت حرف بزنم. باشه. چند دقیقه پیش باهاش حرف زدم، منتظرمونه. وای پس میریم. منم آخر هفته میام پیشتون. حتما میای. اگه کارمو تموم کردم میام. پس خبرشو بده. چیز دیگه ایم هست؟ نه خیلی ممنون. پس دیگه میرم به بشیر بگم. آخ 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 ببین چه اوضاعی شده. هم ناراحتم و هم خوشحال. فیروزه خانم داره کلاس میذاره، من قول میدم. اگه میخواست کلاس بذاره میگفت میخوایم فکر کنیم، نه اینکه بیرونش کنه. بشیر. بشیر بشیر ما داریم میریم مزرعه. آره؟ نه حال همین الان از بابا خواست که بریم اونجا. بعد خودت آماده کن، زود باش. تو با قایق ما رو میبری اونجا، از اون برم عمه میاد دنبالمون. خب چرا با ماشین نریم؟ ماشینو بابا میخواد ببره. یالا بذار با قایق بریم. دیدی میخواد بچه ها رو از اینجا دور کنه. من تو مزرعه سواری میکنم. چقدر اونجا میخواید بمونید؟ نمیدونم. کیا میخوان برن؟ نه حال و لمیس و دیگه نمیدونم کی. مهند به یکم میره؟ مهند نمیتونه دوست دخترشو ول کنه. بودا بشیر بیا بریم دیگه. همه ی دنیا تو چشم مهند هیچه، امان از دست این پسر. سلام. سلام. خیره؟ اومدی بدرقه مون کنی؟ والا اگه میدونستم میری این سفر منم میومدم، ولی اومدم استقبال یه نفر. چه تصادفی. اسم این تصادفه؟ چطوری؟ خوشحالی؟ آره خیلی خوشحالم. ماه عسل؟ عالیه. منتظرم باشین، ماشینو پارک میکنم. لزومی نداره عزیزم. حتما. اشکالی نداره چون دیرمون شده، زود سوار هواپیما میشی. هر جور دوست داری. مواظب خودت باش. خوش باش و به هیچی فکر نکن. تو هم خوب فکراتو بکن، مشکل درست نکن. نگران نباش. تو رو خدا با مامان دعوا نکن، زود عصبانی میشه. خیلی خوب. خداحافظ. خداحافظ. کاری نکن تا ما برگردیم. شما خوش باشید، به من فکر نکنید. خداحافظ.
خدا به همراهتون. بریم عزیزم. زود بر میگردن. من خبرو شنیدم. درسته که نتونستم دامادتون بشم، ولی تو قرار زنمون بشی. تقدیرمون اینه که فامیل بشیم. به هر حال نظر تو مهم نیست. ناراحت نشو، بیا بریم یه چیزی بخوریم و حرفای قشنگ بزنی. مهمونتون تشریف آوردن. عزیزم سفر بخیر. این دختره خواهر بیسانه؟ آره، اسمش سمره، نامزده عمومه. نامزده عمومه؟ آره. شوخی میکنی؟ عموم هنوز ذوق جوانی داره. این امکان نداره، باور نکردنیه. واقعا میخوان ازدواج کنن؟ زود باش. من خیلی از اتفاقای جدید میترسم. هنوز نمیدونی مامان عصبانی میشه چیکار میکنه؟ دیگه چی کم دارید؟ عالیه. اینو به کارمندا میدم تا پرونده رو پیگیری کنن. خیلی از وقتتون رو نمیگیرم خانم. نذارید با بدهکارا روبرو بشم، براشون پول بفرستید. روی چشمم. بذار پول مستخدمای خونه رو بدیم تا حرف مفت نزنن. یالا بشیر، چقدر طولش میدی؟ بیا بریم وسط دریا دیگه. حرفای خواهرتو گوش کن. شیطونی هم نکن. عمت هم اذیت نمی کنی. اصلا نشنید. من مواظبش هستم، نگرانش نباش بابا. همه ی وسایلو برداشتی؟ بله، همه ی کیفا رو برداشتم. دستت درد نکنه بشیر. لمیز خانم نمیان؟ نه با همون نمیان. انگار میخواد چند روز از دستمون راحت باشه. خب ما هم واسه همین میریم. بذار همه فکرشون راحت باشه. نه حال بادو، مراد خیلی عجله داره، برو. من آخر هفته میام پیشتون. ما منتظرتی. به عمه سلام برسون. بچه ها امانتن بشیر، مواظبشون باش. خیالتون راحت، مثل چشم مراقبشونه. خدا به همراهتون. جمیله، جمیله، چرا جوابمو نمیدی؟ یه ساعته که دارم صدات میکنم. چی شده؟ نشنیدم. مامانت صدات میکنه. یالا بیا پایین. باش الان میام. گریه میکنی؟ نه. چته جمیله؟ کسی چیزی بهت گفته؟ کسی ناراحتت کرده؟
اصلا خوب شد که رفتن، کارمون سبکتر میشه، تو هم راحت میشی. آره همه خوشحالن، همه میرن سفر، حتی بشیرم باشون رفت، فقط من اینجا زندانیم. تو هم میخوای بری عزیز دلم؟ تو فقط دلت نانا و پسر رو میخواد، نه حال خانوم. یعنی تو هم میشی شکلات و کاکاو و پسته؟ بلم کن بابا. هی تو چشمام نگاه کن ببینم، من دارم بهت میگم از الان به بعد میبرمت بیرون، قول میدم. قول چیزی رو که نمیتونی نده. تو فقط بیرون رفتن یا بازاره یا میوه فروشی، من غیر از اینجا هیچ وقت منو هیچ جا نبردی بابا. اون گیاهو میبینی؟ نمیذاره درخت هلو نفس بکشه. دوست دارید غذای خاصی برای شام درست کنم؟ نه. مهمون نداری؟ قرار نیست کسی بیاد و بره؟ فکر نکنم، امروز تنها. عدنان بیگ، ممکنه یه چیزی ازت بخوام؟ راحت باش سلیمان. اگه قبول کنی دوست دارم من و خانوادم امروز مرخصی بگیریم، میخواییم بریم پیش فامیلامون، خیلی وقت ندیدمشون. باشه حتما برید. ببخشید دارم خیلی درخواست میکنم، گفتم حالا که بچه ها رفتن میخوام جمیلم یه تحصیلاتی داشته باشه، اونم باید مثل این درخت نفس بکشه. هر جور دوست داری. ازت متشکرم بیک، سایتون کم نشه. چت شده جمیله؟ انگار حال و هوای خونه روش اثر گذاشته، تفلک استرس گرفته. زود کارتونو تموم کنید، داریم میریم مهمونی. آه به سلامتی. عدنان بیک بهمون مرخصی داد، امروز میریم پیش خانواده رمزی، خیلی وقت ندیدیمشون. منم. تو هم هستی. چند روز جمیله رو پیششون میذاریم، با بچه ها میره دریا شنا میکنه و حسنش هم سر نمیره. خوش به حال جمیله. سب کن ببینم واسه خودت میبری یا میدوزی، پس کی اینجا کمکمون کنه؟ عزیزم من کاراشو میکنم، چیه مگه؟ چند روز بیشتر اونجا نمیمونه. یعنی میخوای اتاقا رو تی بکشی؟ تی میکشم عزیزم. ول کن دیگه، بذار بره، بذار جمیلم یه نفسی بکشه. باشه اگه اصرار داری قبوله. یالا ببینم مرخصید از الان شروع شد، کارا رو ول کن، برو لباساتو عوض کن و برای رفتن آماده شو. یالا عزیزم یالا. برو دخترم. عدنان بیک چی کار میکنه؟ خدا کمکش کنه، خیلی ناراحته.
حال چرا ناراحتی؟ ناراحت نیستم. خب اخماتو باز کن دیگه خواهر. مراد بابا میخواد ازدواج کنه. شوخی میکنی؟ به هر حال میفهمید. خب کیه به هم بگو، من میشناسمش. آره عزیزم، همگی باها شام خوردیم. مامان جدید سمر خانومه. بگو به خدا. به خدا نخ جون. آره آره. چیه میبینم خوشحالی؟ منو بگو، فکر میکردم ناراحت میشی. چرا ناراحت بشم؟ آخه دختر به این خوشگلی حتی از آنجلینا جولی هم قشنگتره. نه اینقدر، واقعا قشنگه. تو خوب نفهمیدی؟ بهت گفتم بابا داره ازدواج میکنه، این دخترم زن بابات میشه. خب خوبه دیگه، بهتر از اینه که یه زن زشت و مغرور رو بیاره تو خونه. کی میخوای بزرگ شی مراد؟ کی میخوای بفهمی دور و برت چه خبره؟ این چشه؟ من که بچه نیستم، همه چیزو میفهمم. نهال مراد جان بیا اینجا. نهال به سمر حسودیش میشه. این حرف زشته. اون تو دل مرادم خودشو جا کرده. با این پولا فقط چند وقت راحت میشی؟ همه قرضا رو کفاف نمیده. میدونم. بعضی قرضا رو باید بدن بدیم. به شما سپردمش. خودتون یه کاریش بکن. نگران نشین، مشکلات حل میشه. داری میری بیرون؟ میخوام یه خورده قدم بزنم، یه نامه دارم که باید بفرستمش. چی شده؟ میخواستم باهات حرف بزنم. ای کاش تو هم میرفتی به مزرعه. من برای نهال نگرانم. چیزی شده عدنان بیگ؟ راستش میخوام باشه برای بعد، فعلا. بله فیروزه خانم. سلام. سلام، بفرمایی. به خاطر حرفای صبح من ازتون خیلی ناراحتم عدنان بیگ. منم همینطور. اگه ناراحتت کردم منو ببخش. راستش ناراحتم، میخوام بدونم چرا اینجوری شد. تلفنی نمیشه حرفامونو بزنیم. دوست دارم دوباره راجبش حرف بزنیم. باشه، کی دوست دارید؟ الان خوبه؟ چرا که نه؟ من نزدیک خونتونم، اگه دوست داری میام اونجا حرف بزنیم. مشکلی نیست، منتظرم. من تو راهم. مامانو هیچ وقت نمی بخشم. من الان یه دختر دیگه هم. عدنان آدم خیلی خوبیه، خیلی مهربونه. هیچ کس نمی تونه جلوی خوشبختیمونو بگیره. هیچ کس. بابا تومه یه مامان نمیشم. نمیذارم ازم سوء استفاده کنه. اون نتیجه یه کاراشو می بینه. دنیا رو برای جهنم می کنم فیروزه خانم، قول می دم.
راستش معمولا من زود جوش نمیارم، ولی وقتی درخواستتون رو شنیدم تعجب کردم. باید احساسات منم درک کنی، اولش به فکرمون نمیرسید. بفرمایید. خیلی ممنونم. نوش جونتون. ممنونم. میدونم که بد رفتار کردم، به خاطر عصبانیتم منو ببخشید. من سمر رو دوست دارم فیروزه خانم، دلم میخواد در کنارم باشه، و چون میدونم اونم منو دوست داره و جوابش مثبته، این شجاعت رو پیدا کردم که بیام اونجا و اون رو از شما خواستگاری کنم. راستش فکر نمی کردم شما مخالفت کنید. این همه یه داستانه. چطور بود؟ مثل طاووس داره از نوک دماغش نگاش میکنه و پرشو وا کرده. چرا اومده؟ نتونستم چیزی بشنوم. وقتی اومدم تو ساکت شدن. آدم با ادب گوش وای نمیسه. این کار زشتیه. باید از خودتون خجالت بکشید. یالا یالا به کارتون برسید. تا آماده ای؟ وقتی طاووس بره اون وقت میریم. بله بفرمایید. توی کاتیا؟ استغفرالله. زود باش، پاشو آماده شو، پاشو دیگه، من به کارا میرسم، نگران نباش. هنوز پیشتونه؟ آره. ببینم سمر خانم از این موضوع خبر داره؟ خدا میدونه. به بچه هات فکر کردی؟ هنوز خیلی بچه هن همچین کاری زندگیشون رو تغییر میده. من مطمئنم زندگیشون بهتر میشه. خوب یادمه که آخرین بار خودت گفتی باید به زندگیم بیشتر برسم. ولی سمر هنوز بچه است، یعنی ممکنه فردا پس فردا تصمیمشو عوض کنه. من میدونم چی کار میکنم فیروز خانم. به طور هر چقدر میخواد برای فکر کردن وقت داشته باشه. عجله ای نیست. تفاوت سنی زیادتون رو نمیبینی؟ من اینو یه نقطه مثبت میبینم. میخوام گذشتم رو عوض کنم و به رویاهام فکر کنم. تو رویاهام با هم زندگی خیلی خوبی خواهیم داشت. البته تمام خانواده در کنار من خواهند بود. اینطوری زندگی برای من خیلی قشنگ تره، به خصوص در کنار بچه ها. ممکن نیست تو به این سرعت عاشق شده باشی. مگه میشه همچین اتفاقی افتاده باشه و من بی خبر باشم؟ بعضی وقتا زندگی تضادها رو کنار هم میذاره تا انسان راه سعادت رو پیدا کنه. جایی که توقعش رو نداری فرصت ها میان به سراغت، و اگه اونا رو از دست بدی اون وقت فقط افسوس میخوری. ظاهرن باید از الان با این موضوع کنار بیام. سعی میکنم. خوشحالم که متقاعدت کردم. فردا میبینی که حرفای من کاملا درست بوده، چون دخترمو خوب میشناسم. مطمئنم که هیچ وقت تغییر نمیکنه. به هر حال مهمترین چیز برام سعادت سمره. سمر با ما خوشحال خواهد بود، پس نگران نباشید فیروزه خانم.